بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اینکه آیا حقوق و درآمد ماهیانه زکات دارد یا خیر، تعدادی از عزیزان این سوال را پرسیده بودند و قبلا خدمت شما عرض کردم که اساسا وجوب زکات دو شرط اصلی دارد. شرط اولش این است که مالی را که شما دارید حتما باید به مقدار نصاب برسد، به یک سقف مشخصی که شریعت تعیین کرده باید برسد، یعنی معادل باشد با قیمت 85 گرم طلای 24 عیار که در این سال 1399 تقریبا در این ماه حدود 72 میلیون هست این نصاب. این شرط اول هست، مال شما حتما باید به این مقدار برسد. و شرط دوم این که این مال و پسنداز شما، پول شما، باید یک سال کامل از آن بگذرد، از لحظه ای که این مال در اختیار شما قرار گرفته یک سال کامل بر آن بگذرد، در اون صورت زکات دارد. اگر یک سال نشده بود زکاتی به آن تعلق نمی گیرد و زکاتش 2.5% هست. با این پیش زمینه میریم سراغ این سوال که آیا درآمد ماهیانه و حقوق ماهیانه زکات دارد، زکات به آن تعلق میگیرد یا خیر. اگر شما حقوق خودتان را و درآمد ماهیانه تان را مصرف میکنید و پسنداز نمیکنید، یعنی در طول ماه، این تا ماه بعدی که برسه شما دیگه چیزی در حسابتون باقی نمونده، یا در ظرف 2 ماه مصرفش کردید، در ظرف 3 ماه مصرفش کردید، در ظرف 11 ماه مصرفش کردید، بر این پول شما به هر سقفی هم که رسیده باشد زکات ندارد، به هر سقفی که رسیده باشد زکات ندارد، ولو اینکه بالاتر از 72 میلیون تومان نصاب زکات باشد. چرا؟ چون که یک سال کامل بر آن نگذشته. اگر این درآمد ماهیانه و حقوق شما در حسابتان باقی ماند، شما دست نزدید، برداشت نکردید تا اینکه به سقف نصاب رسید، بیشتر از 72 میلیون تومان شد و یک سال کامل در حساب شما ماند، در آن صورت زکات دارد و زکاتش 2.5% است. اما اگر قبل از آن مصرفش کردید، هیچ گونه زکاتی به این پول شما و درآمد ماهیانه و حقوق ماهیانه شما تعلق نمی‌گیرد.